اینک به سرزمینی کهن بنیاد دیمو باز بزرگترین و زیباترین جشنی مردمی نوروز خوجستپه با قدم های سبز و نسیم جانبخش تشریف آورد. این جشن دوام هزارها سال همچون شناسنامه ملت صاحب تمدن ما باقی مانده است. جشن نوروز اصلا یکی از قدیمترین و مقدسترین آیین های نیاگان ما است که با فرارسیش از آمدن فصل زیبای بهار و ابتدای سال نو اجدادی مژده می رساند. این مژده رمز آفرینش حیات، احیای طبیعت و آغاز تازه زندگی بوده، همزمان چون سنت قدیمی نیاگان آریایی ما معنای پیروزی نور بر ظلمات و تنتنه نیکی بر بدی را افاده می سازد. جایزی ذکر است که نوروز در دوام تاریخی بیش از 6000 ساله خیش برد و باختهای زیادی را از سر گذرانیدن، همچون رمزی بیزوال تمدن آریایی با مضمون و محتوای زندگی ساز خود تا امروز جشن گرفته می شود. ساکنان شهر و دیهات اسفرا جشن نوروز عجم را با احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی، گرامی داشت سنت های پاک اجدادی و از منیت های سازنده و آبادانی وطن محبوب گرم استقبال می گیرند. صبح نوروزی شهری باستانی اسفرا با صدای کرنه سرنای و سرود و ترانه های بهاری آغاز گردید. قسمت رسمی چارابینی در کاخ فرهنگ مرکزی شهر که با رمزهای دولتی، پرچم های رنگارنگ ایدانه، شعار آویزه های ترنمگری نوروز آرا داده شده بود، با اشتراک ساکنان و مهمانان شهر دایر گردید. در درآمدگاه ایدگاه در راسته و خیمه های ایدانه با ریایی عنانه های ملی سرفه های نوروزی هفتسین و هفتشین و تاام های ملی خاص نوروز، محصولات نانی و شیرینی های ملی سومنک، محصولات ساهای صنعت و کشاورزی، هنرهای مردمی از قبیل بافندگی، سوزنی دوزی، کلالگری، زردوزی، خوراق دوزی و گهواره سازی به نمایش گذاشته شده بودند. مردم در گوشه و کنار ایدگاه با صوت و ترانه، اجرای سنت های نوروزی و نمایش صنعت پرغناوت ملی تاجیکستان صاحب استقلال، مهنت بنیادکارانه و پرشرف مردم آن، فضای آسوده و آرام وطن محبوب و آرزو و آرمان های ملت کهن بنیاد تاجیک را ستایش میکردند. اهل تنتنه جشن فرخنده نوروز را رئیس شهر اسفرا و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با جشن نوروز بین المللی تبریک نمودند. از جمله تذکر دادند که نوروز از جشن های کهنه تاجیکان محسوب یافتند. در سالهای صاحب استقلالی سنت های خاصه نوروزی احیا گردیده، مست با تلاش های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نوروز دوباره در سرخط جشن های ملی تاجیکان قرار گرفت و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. ضمناً گفته شد که سنت بهترین نوروز بخشش گناه ها، نوازش یتیمان و عیادت معیوبان و خیر و سخاوت به درماندگان و نیازمندان است تا فرارسی سال نو را همگان به شادی و خرسندی استقبال نمایند. یعنی نوروز از قدیمترین و بشر دوستترین جشن های روی زمین، جشن برابری انسانیت، آیین دوستی و صمیمیت، تحمل گرایی و از دلها بیرون انداختن کینه و عداوت می باشد. برای ما خوشایند است که با آمدن نوروز هر یک خاندان کشور ما از شادی و فرح لبریز می گردد. پیام سبز آشنایی و سنت و تعامل های نیک و پسندیده اجدادی نوروزی خرد و کلان را در نوروزگاه های ایدانه سرجم می سازد. همگان در محفل نوروزی امید و نیت برار و برکت کارهای آبادانی و سازندگی را از نوروزی فرخنده پی می‌کردند. این آرزو و تمنیات همگان در برنامه رنگین و پرمحتوای کنسرتی سرشار شکرانه بهار و نوروز، طبیعت زیبا و آسمان صاف و احساسات نجیب ایام شکوفایی با اشتراک صنعتکاران بخش فرهنگ شهر نیز تجسم یافت.